بعد از فیلم گزارش یک جشن برمیگردن به من میگن که راستی ما یه ذره فکر کردیم الواز بودجه مشکلاتی داریم، بعدا خدمتتون خبر میدیم. تو فکر کردی من چمران از دست تو میگیرم آقای تهیه کننده بخش دولتی؟ تو تعیین کننده ای برای من که من از چمران بسازم یا نسازم؟ که یعنی فکر کردی تو باید با من طرف بشی برای این بحثا؟ من اون چیزی که فکر میکنم حقیقت رو باید بگم با تمام قوام میگم. اونجا اصلا تکنیک همه رو میذارم کنار با یه زبان دیگه میگم. اصلا اصلا من به اینجوری عادت نکردم برای حرف زدن. یه چیزی که این که فیلم خیلی حساس میکنه زمانی است که یک زمان ملتهبی بود به لحاظ سیاسی یک دو سال اخیر تو کشور ایران و تو این فیلم هم تنه میزنه مسائل جدی. یعنی اول هم که اصلا اول در واقع نظامی ها میان تو صحنه دیده میشه، پلیس دیده میشه، اون میاد اصلا شخصیت های پلیس شخصیت محوری هستش، عمدن میرین به طرف یک چیزی که خود به خود تنش‌زاست. درسته. بعد تو اون اوجش هم که اینا مجبور میشن بیان تو خیابون، یعنی اینجا بود لاکومور بشه بریزن تو خیابون، اونجا هم یک صحنه است که اصلا مثل با موبایل گرفتید. درسته. یادآور اون صحنه های تند یک دو سال اخیر هستش که اصلا میدیوم کارتون از 35 میشه ویدیو و موبایل و اینها. یعنی عمدن میرین به طرف یک چیزی که سر مرزه، درست لبه تیره. جمله که حاتمی کیا دیگه الان از دور خارج شده است، حاتمی کیا دیگر چه شده است، چه شده است، چه شده است، همیشه با من از طرف فیلم کرخ تاران بوده تا الان و دیگه اوجش الانه. اوجش تو فیلم گزارشه که دیگه رسیدم به این که دیگه به نفاقم هم تعریف دادن، مشخص کردن که اصلا منافق بوده از اول، اصلا نفوذی بوده تو این حوزه و اصلا کلک میزده و اصلا اینا رو چیده بوده. یعنی یک عمر فیلمسازی رو من میمونم دیگه وقتی میبینم که اون سایت رو که احترام برای خودش داره آدم میره اخباراش رو نگاه میکنه در اختیار این قرار میدن که او به من عنوان منافق بده، نفاق به من بده توی فیلمو، تو بگی تو الان. من حالا اینا حرفم این بود که نوع فیلم سازی که داشتم، نوع فیلم هایی که ساختم همیشه این جو بوده، همیشه این چیزو داشتم. در مورد این فیلمم اتفاق افتاد و واقعا هم فیلمی که باید با تأمل دید. من نمیتونم چشمم ببندم بگم جوان این جامعه، شرایطی که تو این جامعه رخ داد تو همین دیگه دو سال اخیر مگه میشه پنهانش کرد؟ خب من دارم به زبان خودم توضیح میدم،